تیم ملی فوتبال ما حدود 45 روز دیگه در ادامه بازی‌های مقدماتی جام جهانی باید مقابل تیم گوام به میدان بره. تیم ناشناخته‌ای که الان با 6 امتیاز و 2 پیروزی مقابل عمان و هند در صدر گروه 4 این رقابت‌هاست. کیروش از روزی که چمدوناش رو بسته و رفته حالا دیگه حدود 1 ماهی داره می‌گذره و فعلا هم خبری از بازگشتش نیست. اجازه دادیم که ایشون فعلا در مرخصی باشن تا زمانی که نیاز شد بهشون بگیم که بیان. سرمربی تیم ملی همچون گذشته باز هم به نظر میرسه از شرایط موجود گله داره. برای رسیدن به اهدافمون مطمئنن احتیاج به اون سه لازمه داریم. بنده از بُعد فنی، از بُعد تجهیزات، از بُعد برنامه‌ریزی تمام این مطالب رو مطلع هستم ازش، ولی نمیدونم دیگه چرا اتفاقات نیفتاد. در اصل ایشون توقع دارن که همه چی فراهم باشه، همه چی ما سعی می‌کنیم فراهم بکنیم، باید سرتاش رو بکنن دیگه. ما میبایست بدونید که از آینده‌تون چه می‌خواید و چه انتظاری دارید. شما منو می‌شناسید و می‌دونید من چه چیزی میتونم ارائه بدم. مرد پرتغالی که کلن کم حاشیه با مدیرای فوتبالی ما نداره، این روسا هم از تاخیر 6 ماهه دستمزدش ناراحته و هم از مصیبتی که بهش وارد شده. اینجا بیاد به اندازه کافی ارزش جوشش میدیم که قصه یادش بده. زمان برگشتش مشخص نشد. هست دیگه، انشالله توی تابستون برمیگرده. درسته که مرگ همسر اول کارلوس کیروش باعث تمدید 3 هفته‌ای و دوباره مرخصی سرمربی تیم ملی شده، اما به نظر میرسه فدراسیون هم به خاطر بیپولی خیلی به دنبال این نیست که کیروش رو زودتر برگردونه. حالا با این اوضاع احوال باید هم کیروش صعودمون به جام جهانی رو به یه عملیات غیر ممکن تشبیه کنه. برای موفقیت باید یه برنامه آماده سازی بسیار قوی و جدی داشته باشیم تا باز هم به تحقق خواسته اصلیمون برسیم، اما با این شرایط صعود به جام جهانی مثل عملیات غیر ممکنه. اصولا مربی ما عادت دارن یه خود همشه ناله میکنن همشه قبل قضایی. حالا ما باید یا مربیانمون رو ترک عادت بدیم تا ناله نکنن، یا اینکه رئیس خندان فوتبالمون کاری کنه تا کسی